بسم الله الرحمن الرحيم. رياضي صنف عفت فصل سوم درس چهارم جمع اعداد تام مختلف العلامات. ما اگر دو عدد تام داشته باشیم کلامش مختلف باشد، دیشت اینا رو ما چطور میتونیم جمع کنیم؟ فرض مثال ما دو عدد ما اگر باشد عدد منفی دو جمع عدد مثبت چار. میبینیم که علامه دو منفی است و علامه چار ما مثبت است. برای وضاحت این موضوع ما میتونیم که از محور اعداد استفاده کنیم. یک دو سه چهار منفی یک منفی دو منفی سه. خب ما عدد منفی دو را اگه بخواییم روی محور عددشان بدیم، عددی است که از صفر به سمت چپ محور عدد دخان حرکت میکنه، ایست منفی دو. و منفی دو رو جمع چار کنیم به این مناسه که ما از منفی دو به سمت مثبت چار خانه باید حرکت کنیم که میشه یک خانه، دو خانه، سه خانه، چهار خانه. چهار خانه حرکت کردیم، یعنی کی خانه چهار ما عدد چند است؟ عدد مثبت دو است. عدد مثبت دو است. به این معنی که عدد منفی دوی ما منفی دو جمع چهار مساوی میشه به عدد مثبت دو. با چی شکل؟ قسمه که دیدیم عدد منفی دو را روی محور عدد را تقسیم میکنیم و جمع چهار به این معنی که ما چهار خانه دیگه بالاش اضافه میکنیم، یعنی به سمت راست محور عدد چهار خانه حرکت میکنیم که چهار خانه حرکت کردیم میشه عدد مثبت دو، یعنی منفی دو جمع چهار میشه مثبت دو. و یا شما میتونیم که به شکل دیگه هم اگر ببینیم، در اصل ما میتونیم که نشته کنیم که مثبت چهار منفی دو، یعنی چهار منفی دو. به این شکل ما میتونیم که این را نشته بیم. خب به می ترتیب به یک مثال دیگه کار میکنیم. فرض کنیم ما عدد داشته باشیم، بازم اول محور عدد را تقسیم میکنیم، صفر، یک، دو، سه، چهار، هفت، هفت. ما رو داشته باشیم عدد ما باشه، فرض مثال ما بینیم عدد منفی پنج، منفی پنج می باشیم عدد منفی هفت جمع عدد مثبت پنج کنیم. این با چی شکل روی محور عدد میتونیم نشان بدیم؟ خب اول نشان میکنیم، یکی دو سه چهار شش و منفی هفت. عدد منفی هفت ما از صفر هفت خانه به سمت چپ است که میشه بیاس عدد منفی هفت. خب عدد منفی هفت ما عدد جمع عدد پنج میکنیم، یعنی که منفی هفت از نقطه که از جایی که منفی هفت است پنج خانه دیگر را بالاش اضافه میکنیم، یا پنج خانه به سمت راست، چون عدد علامش مثبت است پنج خانه به سمت راست حرکت میکنیم. یکی، دو، سه، چهار، پنج. پنج خانه به سمت راست حرکت کنیم میشه منفی دو. منفی دو شد.
پس ما نوشته کرده میتونیم، گفته میتونیم که منفی دو عدد منفی هفت ما، منفی هفت جمع، اگه بگویم که جمع پنج خانه که رفتیم، جمع پنج خانه مساوی میشه به عدد منفی دو. عدد منفی دو و یا با شکل دیگه هم نشه کنم، میتونیم که بگویم که پنج منفی هفت مساوی به چند میشه. از پنج ما در این طالت ما میتونیم که عدد بزرگ ما هفت است، عدد کوچک پنج است. از هفت تفاوتشون میشه دو میشه، دو رو نوشته میکنیم و علامه را از عدد بزرگ میگیریم که هفت است و منفی است. منفی دو. خب با این دو سوال، با تمرین دو سوال ما مختیم که وقتی که ما دو عدد داشته باشیم که علامهشون مختلف باشد، برای جمع آنها عددی که قیمت مطلقی آن بزرگ باشد، فرض مثال منفی 7 داشتیم و 5 داشتیم، عددی که قیمت مطلقی آن بزرگ باشد از او عددی که قیمت مطلقیش کوچک است تفریق میکنیم و علامه را از عددی که قیمت مطلقیش بزرگ است از او انتخاب میکنیم. مثلا گفتیم که دی سوال منفی 5 ما عددی که قیمت مطلقیش بزرگ است من 7 است، از 7 عددی که قیمت مطلقیش کوچک است که با 5 است این ازش منفی میکنیم و در نتیجهش که 2 میشه، علامه را از عددی که قیمت مطلقی بزرگ داره از اون انتخاب میکنیم، منفی 2. یک مثال دیگه باز مثلا کار کنم، میبینیم که اگر ما عدد داشته باشیم منفی 8 جمع 6، این ما با چی شکل حل میکنیم؟ عددی که قیمت مطلقیش بزرگ است 8 از او عددی که قیمت مطلقیش کوچک است 6 تفریق میکنیم، میشه 8 منفی 6 2. علامه عدد ما را، علامه حاصل تفریق ما را از عددی که قیمت مطلقی بزرگ است از او انتخاب میکنیم، منفی 2. به این ترتیب ما اگه داشته باشیم 10 منفی 15، بازم عددی که قیمت مطلقیش بزرگ است 15 از او عددی که قیمت مطلقیش کوچک است 10 تفریق بکنیم، یعنی که 10 از 10 5 از 15 10 را کم میکنیم با قیمت 5 و علامه را از عددی که قیمت مطلقیش بزرگ است از اون انتخاب میکنیم، منفی 5.